و آخرین خبر این که نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 23 ذیحجه سال 1444 برگزار شد در این نشست همچون روزهای گذشته ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این جلسه علمی فرمودند دو نفر از معصومین علیهم السلام حکومت کردند یکی رسول خدا صلی الله علیه و آله تقریبا ده سال و یکی هم امیر المؤمنین صلوات الله علیه قریب پنج سال این دو نفر هیچ کس را مجبور به هیچ واجبی نکردند اما جوری برخورد کردند که با اخلاق ایشان مردم جذب شدند چون اخلاق انسان را جذب می کند با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم یعنی ببینید دو نفر از معصومین حکومت کردن یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تقریبا ده سال یکی امیر المومنین صلوات الله علیه قریب پنج سال این دو تا هیچ که مجبور بر هیچ واجبی نکردن اما یه جوری برخورد کردن با اخلاق که آدم چون اخلاق جذب میکنه یه مثال عرفی هست میگن حرف خوب ما رو از سوراخ میکشه بیرون با اخلاق عمل کردن و آدما با اختیار خودشون احکام رو انجام دادن بله یک کسایی هم نپذیرفتن که منافقین شدن قرآن هم اسمشون منافقین گذاشته اگر انسان هر کسی پدر مادر بزرگ خانواده رئیس عشیره با اخلاق برخورد کنه آدما با اخلاق جذب میشن ایشان همچنین در این نشست فرمودند اختیار در افعال و گفتار انسان شرط است و اگر مهرس شد فردی دارای مشکل روانی حاد است به گونه ای که مسلوب و اختیار میباشد، احکام در مورد او جاری نمی شود آیت الله لزما شیرازی در ادامه فرمودند چنین فردی نه اقرار و نه انکار او حجت نیست و اگر تحت فشار فعلی را انجام دهد در حدی که مسروب اختیار بوده حکم در مورد او اجرا نمی شود ایشان همچنین تصریح کردند در رساله های علمی و کتب فقهی تصریح شده که افعال و اعمال انسان باید اختیاری باشد چون اگر شخص مختار و صاحب اختیار نباشد هیچ چیزی از او حجت نیست لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظمى صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.